به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته مشغول بررسی امکان حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده. این نشریه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته که چند مقام ارشد درباره پیامدهای این اقدام در هفته‌های پایانی دولت آقای ترامپ به او هشدار دادند. به نوشته نیویورک تایمز، احتمالاً هدف حمله مورد نظر آقای ترامپ تأسیسات نتنز بوده. سخنگوی دولت ایران در واکنش به این گزارش گفته پاسخ تهران به تهدید تأسیسات اتمی کوبنده خواهد بود. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون از نیویورک آمریکا با ما هستند. آقای فرهنگ، مسئله حمله از طرف آمریکا به ایران قبلا هم مطرح شده بود، ولی این چیزیه که آقای ترامپ داره در هفته های آخر موندنش در کاخ سفید در موردش فکر کرده بوده. دلیل این رو شما چی میبینید؟ هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارشی داد که گفت که بر طبق اون غلظت و مقدار اورانیوم غنی شده در ایران 12 برابر حد مجاز بر مبنای برجام شده. در عکس العمل به این خبر عده‌ای از ناظرین در آمریکا، خصوصا طرفداران اسرائیل، از پرزیدنت ترامپ خواستند که او عکس العملی نشون بده و در رابطه با این درخواست و اظهار نظر بود که پرزیدنت ترامپ این جلسه را تشکیل داد و مبنای گزارش نیویورک تایمز غالب مشاورین او با این کار مخالف بودند و گفتند که این میتونه به جنگ کشیده بشه و باز بر مبنای گزارش نیویورک تایمز او نظرش را عوض کرد. اما نکته مهمتر اینه که هفته گذشته یا 2 هفته قبل پرزیدنت ترامپ یک فرد جدید، داگلاس مکگرگور، به یک پست بزرگ در وزارت دفاع آمریکا منتصب کرد که دیروز در روزنامه هراتس نوامبر 16 نقل قولی از داگلاس مکگرگور میکنند که او میگه فشاری که لابی آمریکا داره به لابی اسرائیل در آمریکا داره به ترامپ میاره اینه که وضعی در اونجا ایجاد بکنه که تلاش آقای جو بایدن بعد از رسیدن به قدرت برای حل این مسئله و بازگشت به برجام مشکل بشه. تلاش لابیایی که شما بهش اشاره کردید چقدر ممکنه در دوران آقای بایدن موفق باشه؟ تلاش اونها در این رابطه، اگر واقعیت این که این خود یک فردی رو که خود ترامپ منتصب کرده، روزنامه هراتس که یک روزنامه مترقی و معتبر در اسرائیل این خبر رو منتشر میکنه مهمه. نکته دیگه ای که داگلاس مکگرگور میگه بعضی سیاستمداران آمریکا با دفاع از لابی اسرائیل حتی پول هم به دست بیارن، اونا رو متهم میکنه که انگیزه های مادی هم دارن. ولی واقعیت امر اینه که ترامپ تا جو بایدن تا حالا بر مجموعه مواضعی که گرفته و همینطور مشاورین او تأکیدشون رو میذارن روی دیپلماسی و بازگشت به برجام رو به این شرط میخوان دنبال بکنن که ایران هم برگرده به تعهدات خودش بر مبنای برجام در رابطه با غلظت و غنی‌سازی اورانیوم که محدودیتی برای اون در برجام تعیین شده. بنابراین خیلی جالبه که منتسب خود ترامپ میاد به روزنامه هراس در اسرائیل میگه مواظب باشین که نیروهای دست راستی طرفدار اسرائیل در آمریکا میخوان جنگ ایجاد بکنن که پیامدهای اون میتونه برای آمریکا واقعا مسئله جدیدی در منطقه خاورمیانه درست بکنه. خیلی ممنونم ازتون منصور فرهنگ، استاد دانشگاه از نیویورک.